شما بیننده برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز به صورت زنده هستین و همچنان سلام تازه تقدیم میکنم به شنونده های ما که همین لحظه صدای ما را از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام شنونده هستین. انشالله که خوب و صحتمند باشین. شما عزیزا را خوش آمدید میگم به بخش اپلیکیشن من و کودکم. بدون شک تا فعلا معلومات کلی دریافت کردین در رابطه با خوبی ها و ویژگی های اپلیکیشن من و کودکم که به خاطر شکوفایی هرچی بهتر استعداد کودک های شما عزیزا این اپلیکیشن جذاب راه اندازی شده. شما عزیزا میتونید که خیلی راحت این اپلیکیشن را در موبایل های هوشمندتان که از سیستم عامل اندروید و آی او اس پشتیبانی میکنن نصب بکنین و از محتویات مفید این اپلیکیشن مستفید شوین. حالا می که چطور میتونین این اپلیکیشن را دانلود بکنین با هم یک جا در ویدیو میبینیم. برای نصب برنامه من و کودکم در موبایل های هوشمندتان به گوگل پلی و یا اپ استور رفته ترایف وای فایو را جستجو کرده و آن را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب موفقانه در موبایل های سیستم اندروید و آی او اس شما می توانید بدون اتصال به اینترنت نیز از این اپلیکیشن استفاده کنید. بله بیننده های عزیز، طریقه نصب یا انستالیشن اپلیکیشن من و کودکم را در ویدیو با هم تماشا کردیم که بسیار زیاد ساده و آسان است. شما عزیزایی که همین لحظه دسترسی به اینترنت دارین میتونین که اپلیکیشن من و کودکم را دانلود بکنین، ولی نکته بسیار مهمی است که در مرحله اول نیاز به اینترنت دارین که این اپلیکیشن را انستال بکنین، ولی در مراحل بعدی که میخواین از این اپلیکیشن استفاده بکنین نیاز به اینترنت ندارین و خیلی راحت میتونین بدون اتصال به اینترنت از بخش‌های مختلف این اپلیکیشن استفاده بکنین. مبحثی که امروز با شما عزیزا شریک میسازیم در رابطه با اجتماع است. شاید همه شما عزیزا این معلومات را داشته باشین که سن 0 تا 5 سالگی از مهمترین سنین برای زندگی یک کودک و یک فرد محسوب میشن. امروز مشخصا در رابطه با اجتماع میخوایم صحبت بکنیم که مهمترین سن به خاطر اجتماعی شدن یک کودک و به خاطر از اینکه در اجتماع ظاهر شود، ترس نداشته باشه، عزت نفس داشته باشه، با اعتماد به نفس بتونه در یک جمع ظاهر شود، سن 3 تا 5 سالگی است. در این مرحله ما بیشتر به کودک میفهمانیم که هویت خود را بشناسه و از یک سوال بسیار زیاد ساده میتونیم که این بخش را آغاز بکنیم که اهل کجا هستیم. در برنامه های مختلف تلویزیونی یا هم رادیو زمانی که یک کودک دعوت میشه ازش پرسان میشه که از کجا هستی یا هم در کجا زندگی میکنی یا اهل کجا هستی. این سوال بسیار زیاد یک سوال مهم و حیاتی بر یک کودک است تا ای که به اجتماع این کودک خودش را تقدیم میکنه یا خودش را عرضه میکنه، چرا که با دانستن ای که کودک پاسخ بده من اهل کجا هستم یعنی که هویت خود را فهمیده و خیلی راحت میتونه در مورد هویت خود با دیگران صحبت بکنه که یکی از موضوعات بسیار مهم در شکل گیری شخصیت یک کودک حساب میشه. نگفتن امانه که موضوعات فرهنگی یا هم موضوعاتی که برمیگرده به اجتماع ما، بر رسوم و فرهنگ ما، تمامش یک ریسمان مشترک است میان ما و اجداد ما در گذشته و خیلی راحت ما با فهمیدن فرهنگ، آداب و رسوم خود در جامعه میتونیم خود ما را وصل بسازیم با کسایی که در گذشته با ما در جامعه بوده، از همین جامعه بزرگ شدن، تغذیه کردن و بالاخره مطالب مهم را یاد گرفتن. بنان ما هم میتونیم بر کودکای ما پیام‌های فرهنگی، پیام‌های ادبی و گفتنی‌های را در رابطه با اجداد ما با قصه‌های بسیار شیرین شریک بسازیم. معمولاً در زمان‌های گذشته، زمانی که موبایل، تلویزیون یا هم رادیو کمتر وجود داشت، والدین و اجداد، پدرکلان و مادرکلان دوست داشتن که کودکان مختلف یا نواسه ها را دور خودشان جمع بکنن و قصه های بسیار شیرین را از گذشته همراهشان شریک بسازن که این قصه ها به خاطر بهتر ساختن هویت و شکلگیری هویت کودکا میتونه خیلی مهم و تاثیرگذار واقع شود. حالا می که اپلیکیشن من و کودکم چقدر شما را میتونه در این قسمت کمک بکنه، با نصب یا انستال کردن شما میتونین از محتویات جالب این اپلیکیشن مستفید شوین. خب
حالا به خاطر از اینکه ما شخصیت هویتی یک کودک را تشکیل بدیم، در خانه چه کار کرده میتونیم؟ فعالیت بسیار زیاد آسان وجود داره و او فعالیت قرار از این است که ما کودک ها را، اگر چند کودک میباشند، به دور خود جمع میکنیم و از هر کدامشان پرسان میکنیم که خودت از کجا هستی؟ یا اهل کجا هستی، در کجا زندگی میکنی، یا هم حداقل آدرس خانه را میتونیم برش یاد بدیم یا ازش پرسان بکنیم. با یادگیری تمام این موارد کودک میفهمه که متعلق به کجا است، یا هم حس تعلق بر کودک پیدا میشه و پس از این هم کم کم شخصیت کودک شکل میگیره و موضوع هویتی که یکی از موضوعات بسیار مهم است در کودک شکل خواهد گرفت. حالا در ویدیو با هم میبینیم که چطور ما میتونیم یک فضای قشنگتر، فضای دوستانه را تشکیل بدیم تا کودک‌ها را برشان آموزش بدیم که اهل کجا هستن و در کجا زندگی میکنن. چند صحنه بسیار جالب را آماده کردیم که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بله بیننده های عزیز، ویدیوی بسیار جالب بود که با شما عزیزان شریک ساختیم در رابطه با اینکه ما چطور میتونیم یک فضای بسیار مفید و مؤثر در خانه خود ایجاد بکنیم تا بر کودک ها بفهمانیم که اونا اهل کجا هستن و در کجا زندگی میکنن. حتی شما خودتان میتونین از کودکانتان پرسان بکنین که از کجا هستن، در کجا زندگی میکنن. قصه های شخصی کودکانتان را بشنوین که اونا خودشان چطور یک قصه میتونن جور بکنن یا قصه بسازن، ذهنیت که دارن او را بتونن بر شما ارائه بکنن. پس خوب است که در همین سن که یکی از مهمترین سنین بر رشد و شکوفایی کودکان است، سن 3 تا 5 سالگی، شما عزیزا کوشش بکنین که بر کودکانتان یاد بتین و بفهمونین که اهل کجا هستن و در کجا زندگی میکنن. شاید بعض وقتا ما این موضوعات را در زندگی نادیده میگیریم، ولی نادیده گرفتن این موارد سبب میشه که کودک‌ها در آینده معلومات نچندان کافی داشته باشند و در کنارش هم حس خجالت بیشتر می داشته باشند. متاسفانه یک تعداد از والدین با فرا گرفتن شیوه های تربیتی ناسالم بال و پر کودک‌های خود را قیچی می کنند در سنین کودکی و بعدن زمانی که این کودک‌ها بزرگ شدن و وارد اجتماع شدن، ازشان توقع دارند که اینا باید پرواز بکنند، در حالی که در سن کودکی بالهای کودک‌ها را قیچی کردند با توهین کردن یا هم با رفتار نادرست یا هم با جزاهای بسیار نادرست که میتونه بر روان و شخصیت کودک آسیب بسیار زیاد جدی وارد بکنه. پس کوشش بکنین که تمام این شیوه های سنتی که از گذشته های بسیار دور تا حال در جامعه ما بوده و معمولا والدین به خاطر تربیت کودکانشان از این شیوه های کهنه و سنتی استفاده میکنن، تمام اینا را کنار بگذارین و بیاین وارد یک شیوه مدرن‌تر، شیوه علمی‌تر و شیوه که واقعا کودکان شما را سبب میشه تا به یک جای برسانه، به یک مقام برسانه و استعدادشان شکوفاتر و بیشتر بسازه. و بهترین راه بر کودکان شما استفاده از اپلیکیشن من و کودکم است که اولا والدین باید خودشان این اپلیکیشن را مطالعه بکنن، مرور بکنن. مطالب بسیار قشنگتره که ما همه ما در زندگی ازش استفاده کردیم یا کار گرفتیم، به صورت علمی و تخصصی در این اپلیکیشن گنجانیده شده که شما میتونین بسیار راحت دسترسی داشته باشین و هر روز
یک موضوعش را بخونین، مطالعه بکنین و بتونین در قسمت تربیت کودکانتان استفاده بکنین. نکته بسیار زیاد مهم دیگه هم این است، زوجهایی که تازه ازدواج کردن و دوست دارن که در آینده اینا صاحب فرزند شون، خیلی بر شما هم این اپلیکیشن میتونه کمک کننده باشه. شیوه های بسیار مدرن را بر شما آموزش میده که قبل از به دنیا آوردن کودکتان بر شما خیلی مهم است. شما باید این اپلیکیشن را مطالعه بکنین و پس از او زمانی که کودک شما به دنیا آمد میتونین در قسمت تربیت و پرورشش از اپلیکیشن من و کودکم استفاده بکنین. حالا می که اپلیکیشن من و کودکم با کمک کنام بنیادها و روی کدام موضوعات ساخته شده و ایجاد شده و فعلا قابل دسترس قرار گرفته بر همه ما شما، با هم در ویدیو میبینیم. بله بیننده های عزیز، از همراهی هم شما عزیزا یک دنیا تشکر میکنم که در بخش اپلیکیشن من و کودکم با ما بودین. بحث امروز ما در رابطه به اجتماع بود که سنین 3 تا 5 سالگی را در بر میگیره و کودکان شما در چنین محدوده سنی میتونه بفهمن که از کجا هستن، در کجا زندگی میکنن و حتی قصه های شخصیشان را خودشان میتونن با شما شریک بسازن که در قسمت رشد و شکوفایی شخصیتشان در آینده خیلی میتونه مفید و مؤثر واقع شود. از همراهی شما عزیزا یک دنیا تشکر میکنم. ادامه صبح و زندگی و بخشای جذاب برنامه را فراموش نکنید.